سیومین روز خرداد ماه برابر با 20 ژوئن سال 1168 خورشیدی برابر با 1789 میلادی، آغاز انقلاب کبیر فرانسه. در پی اقدامات لویی 16 پادشاه فرانسه که با توجه به خالی بودن خزانه اعلام نوعی حالت فوق‌العاده نموده بود و از نمایندگان همه طبقات کشور خواسته بود تا در مجمعی به نام مجلس طبقات گرد هم بیایند، ولی با این همه از حضور نمایندگان مردم عادی در این اجتماع جلوگیری کرده بود و در نطق افتتاحیش نیز به جای وعده اصلاحات فقط نمایندگان را موظف به مشورت و اظهار نظر برای حل مشکلات مالی کشور دانسته و به عبارت دیگر تنها آنان را مسئول صحه گذاری بر مالیات هایی که از طرف دولت وضع می شد شمرده بود. خشم مردم برانگیخته شد و معترضان گرد هم آمده اجتماعی ضد سلطنتی تشکیل دادند که این آغازی بود برای انقلاب فرانسه و مجلس مؤسسان نیز به عنوان نخستین گام نوشتن قانون اساسی این کشور را در دستور کار خود قرار داد. سال 1216 خورشیدی برابر با 1837 میلادی، آغاز سلطنت ملکه ویکتوریا بر انگلستان که در 18 سالگی بر تخت سلطنت نشست و در دوران سلطنتش امپراتوری بریتانیا به سوی شرق پیش رفت و به اوج عظمت خود رسید و به دلیل همین وسعت انگلستان این مثل معروف شد که آفتاب هیچگاه در بریتانیا غروب نمی کند. سرانجام ملکه ویکتوریا پس از 63 سال سلطنت در سن 82 سالگی درگذشت. سال 1303 خورشیدی برابر با 1924 میلادی، زادروز عزت الله انتظامی، بازیگر پرسابقه تئاتر و سینمای ایران که در محله سنگلج تهران چشم به جهان گشود و پس از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به ادامه تحصیل پرداخت و در همان دوران عشق وافرش به تئاتر سبب شد تا عزت الله 14 ساله فعالیت‌های هنریش را با پیش پرده‌خوانی در تماشاخانه‌های لاله‌زار آغاز کند و بعد از چندی با اندک دست مایه‌های هنریش راهی آلمان شد و در شهر هانوفر در یک مدرسه شبانه آموزش سینما و تئاتر مشغول تحصیل گردید و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تئاتر به ایران بازگشته و به کار دوبله فیلم و اجرای نمایش روی آورد. به اعتقاد گروهی در همین زمان بود که استعداد درخشان بازیگری انتظامی توسط داریوش مهرجویی کارگردان فیلم گاو کشف و پرورانیده شد. کمی بعد انتظامی تصمیم گرفت که تحصیلات آکادمیکش را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر تکمیل کند. عزت الله انتظامی هنوز هم پس از سالها همچنان در تئاتر و سینمای ایران مشغول فعالیت و خلق آثار جدید است. سال 1373 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، انفجار بمب در حرم علی ابن موسی الرضا. در این انفجار که در ساعت 14:26 دقیقه مقارن با روز عاشورا صورت گرفت، 26 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند.